اگه واسه تزیین کیک دنبال یه باتر کریم جذاب و خوشمزه هستی، پس این کلیپ رو حتما تا آخر تماشا کن. مواد لازم برای تهیه باتر کریم: پودر قند یا پودر شکر 200 گرم، کره نرم شده 100 گرم، شیر 1 تا 2 قاشق غذاخوری و وانیل هم 1 قاشق چایخوری. سلام بچه‌ها، چطورین؟ با آشپزخونه کوچولو طناز خیلی خوش اومدین. خب بچه ها، من کره ها رو اول گذاشته بودم در دمای محیط کاملا نرم شده و بعد اونا رو با همزن خوب همشون میزنم که حسابی نرم و یک دست بشن. ببینید اینجوری کاملا نرم و یک دست شدن. حالا باید پودر قند یا پودر شکرتون رو در چند مرحله داخل کرتون علک کنید و با همزن هم بزنید. اگر تا اینجای ویدیو اومدی و هنوز کانال من رو سابسکرایب نکردی، پس همین الان سابسکرایب کن، اون زنگوله کنارشم بزن که وقتی من فیلم جدید میذارم متوجه بشی. خب من اول پودر قند رو با قاشق یک مقدار داخل کره هم میزنم و بعد همزنم رو روشن میکنم، به خاطر اینکه این پودر رو همش توی هوا پاشیده نشه. و همینطوری بقیه پودر قندم رو مرحله مرحله به کره اضافه میکنم و هم میزنم تا زمانی که تموم بشه. لازم نیست خیلی هم بزنید، در حدی که فقط با هم دیگه مخلوط بشه. و حالا نوبت اضافه کردن وانیل یا وانیل شکری هستش. اون رو هم یک مقدار با بقیه مواد هم میزنم. راستی اگر هنوز ویدیو رو لایک نکردین، ممنون میشم که ویدیو رو لایک کنید و حتما برای من کامنت بذارید و نظرتون رو راجع به ویدیو بگید. خب کافیه همزن خاموش میکنیم. خب من حالا میخوام یک مقدار از باتر کریمم رو نسکافه کنم برای بین کیکم. شما اگه نمیخواین این کار رو کنید، لازم نیست که باتر کریم رو جدا کنید، به همون باتر کریمی که دارین شیر اضافه کنید و حالا بعد به شیر اضافه کنید قاشق به قاشق. نباید یه دفعه دو تا قاشق رو اضافه کنید. و یه نکته مهم این که اول یه قاشق بزنید و هم بزنید. اگر احساس کردید که خیلی سفته قاشق بعدی و همطور قاشقای بعدی، اما اگر که دیدین اوکیه، دیگه لازم نیستش بهش شیر اضافه کنید. برای من همون یک قاشق کافی بود. الان میذارمش داخل یخچال. و اگر میخوان یک باتر کریم با طعم قهوه و یا نسکافه داشته باشین، باید از قهوه و یا نسکافه دم شده استفاده کنید و کاملا باید قهوهتون سرد شده باشه و بعد اون رو هم مثل شیر قاشق به قاشق به موادتون اضافه کنید و هم بزنید تا به اون غلظتی که میخواین برسید. اگر که باتر کریمتون شل شد، باید از پودر قند و یا پودر شکر برای سفت شدنش استفاده کنید. پس چی شد؟ اگر که باتر کریم شل شد، از پودر قند و پودر شکر، و اگر باتر کریم سفت شد، از شیر و یا نسکافه استفاده می کنیم. و تمام، الان باتر کریم شما آماده است تا به وسیله اون بتونید کیکتون رو خامه کشی کنید. همینجوری که میبینید من توی این ویدیو گذاشتم، لینکش رو براتون میذارم اون بالا، حتما برید ببینید.